کاپیتان ابدی آرژانتین دیگو آرماندو مارادونا دیگر بازیکن شبیه او به دنیای فوتبال نخواهد آمد. از همان سنین کودکی با وجودی که از خانواده بسیار فقیر از زاغ نشینهای بونس آیرس می آمد، همه از استعداد عجیب این پسر در کار با توپ متحیر بودند. بعد از اینکه با تیم نوجوانان آرژانتین قهرمان جهان شد، به تیم محبوبش بوکا جونیورز پیوست و خیلی زود راهی بارسلونا در اروپا شد. قدش کوتاه بود، اما دید استثنایی و درک عالی از نقاط ضعف و قدرت حریف و تکنیک مثال زدنی همه باعث می شدند حضورش در زمین های فوتبال میلیون ها نفر را به وجد بیاورد. در مهمترین حرکت فوتبالی زندگیش به ناپولی در جنوب ایتالیا رفت و موفق شد این تیم را برای اولین بار بالاتر از پولدارهای شمال ایتالیا قهرمان لیگ کند. او بدون شک در این مقطع بهترین بازیکن جهان بود. در سال 1986 در 26 سالگی به عنوان کاپیتان راهی جام جهانی در مکزیک شد و در یکی از بهترین نمایش‌های انفرادی یک فوتبالیست و یا حتی یک ورزشکار در بازی‌های تیمی با آرژانتین قهرمان جهان شد. و شاید از اینجا به بعد بود که فشار مردم و رسانه‌ها برایش غیر قابل تحمل شد. در ایتالیا با وجود موفقیت در زمین فوتبال، اعتیاد به کوکائین و خوشگذرانی‌های شبانه کار او را به دادگاه و پلیس کشاند. بار دیگر در سال 90 به فینال جام جهانی رسید، ولی سراشیبی شخصیتی او شروع شده بود. سالهای آخر فوتبالش پر از حاشیه بود، جنجال‌هایی که بعد از کنارگیری از ورزش حرفه‌ای ادامه داشت. انتقاد از دستگاه فوتبال دنیا و مسئولین فیفا او را به رهبران چپ آمریکای جنوبی نزدیک‌تر کرد. پیروان راه آرژانتینی انقلابی ارنستو چه گوارا، ارتباطی که تا موقع مرگش ادامه داشت. برای خیلی‌ها به خصوص مردم آرژانتین او فرای یک فوتبالیست است. برای آنها وداع با دیگو آسان نیست. ستاره‌ای که از دوران قبل از شبکه‌های ماهواره‌ای، اینترنت و گوشی‌های همراه و هوشمند بود. ستاره‌ای که برای بعضی همیشه درخشان خواهد بود، مثل اتاقش در استادیوم بوکا جونیورز. پوریا جافره، بی بی سی.